سلام دوستان گرامی، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. دوستان عزیز، امروز آموزش تیشرت زنانه و دخترانه رو داریم که ست مادر و دختر است، که یک کار بسیار آسان و پر کاربرد، یعنی پر مصرف است. تیشرت خیلی مصرف بالایی داره که ما امروز براتون آموزش بتونیم. تیشرت یک تیشرت نسبتا آزاد است، با شانه افتاده خیلی آسان است، که امیدوار هستم شما بتونین استفاده کنین و برای مصرفش هم شما قد دل بخار بگیرین و قد آسین براتون مته و از این الگو شما هم میتونین برای اودی استفاده بکنین. خب ما فعلا امروز تیشرت داریم که تیشرت زنانه است، آموزش میتیم. بعد جلسه بعدی انشالله که دو تا ست هستن، تیشرت دختران هست که ست مادر دختر میشه، شما ایره به صورت اودی هم میتونه استفاده بکنین، حالا میتونه مدل های دیگه هم بزنین. برای شروع کار دوستا، ما آمدیم پارچه رو ببین دقت کنین. یک بار مثلا پارچه رو گرفتیم برای پیش یا پشت کار، دولا تا زدیم، قط کردیم، بعد آمدیم دوباره اما حرکت انجام دادیم که در حقیقت ما دو تا دولای بسته داریم که این میشه مرکز، مرکز پیش یا پشت کار، یا هم قسمتاش درد بغل میشه که ما از این بالا شروع میکنیم. دوستا این کار ما کاملا صاف کردیم، آمدیم بالا رو یک گونیا میکنم پیش که خودش صاف است، دقت کنین صاف قرار بگیره. دوستو برای شروع یک خط بکشین. بعد خط تیشرتی که شما در نظر میگیرین دلو خواسته، من تیشرت چون برای سایز بزرگ است، یعنی قد بلند خواستم، 92 تا میگیرم که دو صندوق میره. و دوباره یک کش، پارچه کشی که کش باف است برای قسمت پایین تیشرت میتونه استفاده کنه، در قسمت مچ و یقه اگه خواستن که از خود پارچه استفاده کنین یا از خود پارچه تا بزنین مشکل نداره. و اندازه بعدی که دوستا ما لازم داریم، تیشرت خیلی آسان است، میان در سینه رو دوستا خطای افقی رو بکشیم که ببینیم خط باسم کجا قرار میگیره، چون زنانه اندازه متفاوت تر داره. خب ما یک خط برای خط کف حلقه میکشیم حدود 25 سان، خط کمر میکشیم 42 سان، بعد از 42 تا یک 18 تا پایین میبریم برای خط باسن. خط باسن دوستا ما کاملش نمیکشم، فقط یک قسمتش استفاده داریم و میگیرم میکشم، همچون خط کمر که استفاده نداریم، ولی خب جایش مشخص باشه بهتر است. دوستو شما در باسن هر چقدر که هست تقسیم بر چهار بکنین، باید ببینید به اضافه چهار سان بکنین، از چهار سان یک سان در شق دخت میشه و سه سان در شازادی. من ایره 33 سان گرفتم با همین فرمولی که براتون گفتم، با عقد دخت آزادی من همین 33 سان تا میرم تا پایین و بالا علامت بزنم. شما میتونین قسمت سینه رو یک سان از اینجا تا اینجا یک سان کم کنین، یا میتونین کم نکنین، خودش در نظر بگیرین. ولی خب و دو سان تا هم به قسمت روی کمر کم بکنه. شما میتونین خطم صاف بگیرین، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اکثر تیشرت های بیرونی همچین حالتی دارن، مخصوصا اگه بخواین اسپورت شو حتما باید همین خط صاف بگیرین. خب دوستا به این حالت از خط کش
که داره استفاده بکنه. ما در یک قسمت پایین هیچ کار نداریم، شما اگه اودی باشه که خب جای جیب اینجا مشخص میکنه که اودی نسته شیر دسته. دوستا شما در قسمت کارور پشت کار روی بدن اندازه میگیرین، هر چقدر که بود برای مثال کار 21 سان مثلا 21 سان کارور بوده که 42 سان در کل باید در میاده، ما 42 سان که تقسیم دو کردیم 21 شده. هر چه آزادی روی تنه دادین، من چون کار آسین افتاده است روی اسپورت است روی قسمت کارور یا تیره پشتم شما یه آزادی رو میدین. مثلا 21 سال من 4 سال اینجا گرفته بودم برای قسمت آزادی تنه، برای قسمت کارور رو اضافه میکنم، پس 21 به اضافه 4 میشه 25 سال. 25 سال من علامت میزنم اینجا پیره به طرف بالا و پایین گونیا میکنم. تا یه خط کف حلقه رو قطع بکنه که بعد شما همی فاصله رو چقدر سک تقسیم دو میکنن. بعد این رو من به صورت هلال به یه نقطه وصل میکنن، دوستو زیاد خالی نکنن، یه تیشر دسته هرچی پرتر باشه قشنگتر میگه. و من قسمت سر خط شروع کار که باید یقه رو مشخص کنیم، یک پنجم یقه رو میگیریم میشه 8 سان. من 8 سان علامت بذاریم اینجا، پس 8 سان علامت زده شد دوستان. و میاییم یک خط دیگه هم لازم دارم که خط یقه با اسم خط یقه است که من یه 3 سان در نظر میگیرم، 3 سان باید اینجا کشیده شده. دوستای خط فقط تا همینجا لازم است. دوستایی را دقت داشته باشین، توضیح که براتون میتونم این خط خطی که کشیدیم تا اندازه فقط نیم سان دوره یقه آزادی داره. شما اگه بخواین نواری برای قسمت یقه که پارچه ریبان هست، پارچه کشم کشباف هستگ، حتما شما از این کم بکنن که باز دو یقه تان خیلی کیپ بشه تنگ بشه. پس این یقه اولی هستگ باید این قسمت روش کار شده که یقه تان کوچیک در نهید از دخت. خب جایی که از این قسمت مانده فقط قسمت شیب سرشان هست که شیب سرشان را 4 سان علامت بزنه. این 4 سان در که از اینجا پایین آمده میبینیم در قسمت یقه وصلش میکنم. شما را وقت سر شما را کشیدین بعد قسمت شما این خط که کشیدین بعد ببینیم مثلا اگه یقه را بزرگ میکنن یقه را بزرگ کنن، اگه یقه را بزرگ کنن بعد خط از اینجا بکشین ببینیم نیم سان اینجا براتون لقی ایجاد میشه که در نتیجه قسمت یقه کار لق میزنه. دوستا قسمت اینجا اینجاها را حدود نیم سان شما میتونین بیرون به خب دوستا اینجا ما تقریبا قسمت رو از الگوی اولی استفاده کردیم، قسمت کف حلقه و سینه هم از الگوی اولی استفاده کردیم. دوستا شما با این تیشرت با این آزادیش یلقه کوچیک میشه، شما خودتون دقت بکنن. خب من این اول میتونستم لازم بکنم ولی خب شما متوجه نمیشدن. شما بین برای تیشرت یا برای اودی این یلقه اول یکی هست خط کف یلقه که همین یلقه واسه تشکیل میده، این نسبت به این تنه که آزادی داره یعنی تناسب نداره جذب میشه. پس شما چیکار کنن بین 2 الی 3 سان الی 4 سان که همین آزادی یکی دادن میتونن روی خط کف حلقه لحاظ کنن. و یکی از ساده ترین روش هایش ایسته که شما هر چقدر بر قسمت دور بدن یک چهارمش آزادی دیدیم، ما مثلا 4 سان آزادی دیدیم، 4 سان نصف کنیم میشه 2 سان. 2 سان میتونن خط کف حلقه رو پایین برن تا یک تعادل ایجاد شد و بین یلقه خیلی کوچیک به نظر میرسه، یعنی خراب نمیشه ولی خب اما زیبایی خود نداره. شما دوستان به صورت همین دوستان علامت بزنیم بعد از این قسمت دیره میره.
و دوستان من اینجا میخوایم یک دفعه کار خلاص کنم قسمت سرشانه رو. ما یک سان دوستان میخوایم چیز بیتم آزادی بیتم اینه می یک سان ده میرم چون یک وصل میشه دور و دور یک وصل میشه دیگه. پس اینجا رو قسمت پشت خالی میکنم و حرکت دیگه که اینه می چون دلار انداختیم پشت پشت یک جایی میخوایم بروش بزنم. دوستان هرچی که اینجا بود نو ساند است که شما این نو ساند باید به اضافه 3 بکنن که میشه 12 ساند. 12 ساند ختم کنن این در حقیقت باید به اضافه 1 ساند شد ولی خب ما 2 ساند به خاطر که نمیخوایم یک زیاد کیپ شد چون یک کشم دخترم شد من این کمی چیز کردم اینه من 3 ساند کردم خب 2 ساند کی بگیریم 3 ساند برتون یک یقی نرمال مته چون دو سند میگه دوباره روانه دخته میشه پرچه های کشی سک دوستا منظوره من روانه که میگم هم پرچه های کشی بافست شما میتون از پرچه خود همه تیریکوم که حالت کشتانی اگه داشته باشه دوستا بیبی پرچه حالت کش داره میتون استفاده بکنن در قسمت یقه دوستان تیشرت به این راحتی است که شما میتونید این امیر قیچی بزنه ولی خب اول باید یقه را قیچی بزنه قسمت پشت کار سرشانه را بزنه بعد تکه زیری را بر میداریم تکه روی را میشه پشت چیز پیش کار ما پشت کار را بطن توضیح بکن میکنشن پس تیشرت به این آسانی بود پشت پشت با هم بروش بخورن دوستان میبینین که پیش و پشت کار برش خورده پس من اینمی تکره خیلی آرام چون خطای شویش هسته لازم داریم پس دوستان میشه پشت کار و این تکه ای که من آل اینجا گرفته بودم میمشه پیش کار دوباره باز میکنم دوستو تا این قسمت اصلا کار نداریم یکیسته این قسمت فقط دوستوی هم از قسمت گودی اقه و قسمت سرشانه رو ما یک سان میتونم خالی کنم یک سان از اینجا میبین پایین تر دوستو بیبی پیش پشت تغییراتی که داره گودی یقه است و شما را دوم قسمت یک سان از شیپشانه را خالی میکنم کار ما کمه به طرف پیش بخوابه در نتیجه تنخور کار خوبی برای مومده و سومین تغییری که داره پیش پشت کار در قسمت تیشرت و یهودی هم قسمت کف حلقه است کارور کار است که با کارور کار باید از پشت کار کوچکتر شوه پس ما در قسمت همین وسط تقریبا از وسط یک کم پوینتر حدود یک سم دوستایی را خالی کنن اگه خالی نکنن زیاد مشکل پیش نیاد اگه خالی کنن خوب زیباتر میشه کارتان ایره به این حالت به صورت هلال من یک سانت کم میکنن خب این سه تا تغییره که شما روی از این کار انجام بکن پشت کارتان تبدیل میشه برای پیش کار دوستان ببینن به این انداز پیش کار خالی میشه من این کار رو باز میکنم که شما ببینن دوستایی پیش کار هسته خب برای قسمت آستین کار دوستا شما من از قسمت این پشت کار ما از قسمت پشت کار ما پشت کار را لازم داریم
که پشت کار اینجا مشخص میمونه و پارچه که براستین در نظر گرفتیم. خب میم دوستا شما دوباره برای دور بازوی طرف اندازه میگیرن هر چه بود با اضافه یعنی نصفش دوستا صحبتی که دارم از نصفش است بین روی تنه 4 سان اضافه کرده بوده میره 2 سان اضافه تر میکنه اضافه میگیره یعنی میشه 6 سان شما نصف دور بازو رو باید اضافه بکنه که تو بتونن یک بازوی داشته باشن که تنگ نباشه. دوستا من فعلا یک آستین میکشم با جفتش میکنم. شما ببینید دوستا پارچه رو من در قد خود کارت ها زدم به صورت دولا همطور که در تصویر میبینین. شما این کار انجام بدین بعد برین این حالت یک خط صاف دوستان میبینین که اینجا خط کف حلقه جایی که من تازه هم نمیم تا با یکم بیشتر تا بزنین. خب بیره روی همین پارچه قرار بدین. دوستان ببینین این اشتباس اینجا شانه شیب داره و اینجا صاف نباید شما قرار بدین. خب چیکار بکنیم که ما بتونیم اگاستین سالم تشیرتی داشته باشیم؟ دوستا پس همین شیب شانه رو با خطکش مشخص کنن. میبینین اینجا چقدر تفاوت به وجود آمد. خب اینی رو باید شما یه قسم باتن چیز کنیم که در ویدیو خوب تر ببینن. دوستان ما با خطکش شیپ شانه رو مشخص میکنم. آستین هم که اینجا پارچهش مشخص کردیم پس ما باید به این راستا قرار رو بیتونم برم تا یکی دوستان زیر این سر شانه باید دوستان روی پارچه باید قرار بگیره به این حالت کاملا صاف کنم. این اینجا خیلی مهم است که اینمی راستا رو شما اگه بیتونید در لب میز چون حالا قسمت دوربین است اگه نمیشه یا خطکشی بلند اگه داشته باشین اینمی راستا تا پایین یک سره یک خط صاف قرار بگیره. خب ما دوستا اینجا رو تقریبا تا وسط خط کارور که هست حتما باید صاف بیاین بر اساس خط سرشانه بیاین. بعد دوستا شما میتونید اینمی که خط بیرونی روی بدن است شما خیلی میتونید نرمال امیر یک خط بکشین به ایالت دیگه رو میتونید ورم داره میتونید باشه. حالا خب شما اینم از این قسمت که علامت زدین بیاین یک لقی بگیره. بعد اینه از اینجا تا این قسمت میشه خط کف حلقه. شما این را هرچی پایین تر بندازین نشست آستینتان بهتر میشه ولی دستتان تکان نمیخوره. اگر خود هم زیر بگیرین تقریبا اصل تیشرت هم همیسته که دوستا من خودم تقریبا ایره من حدود یک سان پایین تر بندازم و اینم از این نقطه شما توی نقطه را بیاین این میالاتی چیز اینمی را برعکسش اینجا خط کنه یعنی یک لقیمت که نمو آستینتان هم شکل میگیره. اینی دورز یا لقی که ایجاد میشه دوستا ببینید به این راحتی کلگی آسین من شکل گرفت که تیشرت کلگی پشت پیش هم نداره. خب به خاطر اطمینان کامل دوستا که ما همین کار که میخوایم قیچی بزنیم خوردش اندازه است نیست اصلا خورد نباید داشته باشه همین کارم اندازه است یعنی یک سان دوستا من حقی دخت بیرون میکشم میام علقه آسین روی تنه آسین علامت بزنم. دوستا هر جایی که نشست شما عمونجا باشه چیزتان دور بازویتان یکی از روش هایی که اگر دور بازو رو نمیفهمه این قسم هم مثلا چون ما آزادی دادیم آزادی خودم اینجا خود آسین با تنکی اندازه بزنین مشخص میکنه دوستا پس اینجا به می راحتی کلگی آسین ما درست شد. اگر کار تابستانه باشه که آسین کوتاه اینجا بروش میزنن با دم موچی مثلا تنگتر خب این تیشرت های هست که تقریبا بلوز میشه گفت
آسینی بلند است دوستامش هستن آسینی چه در نظر میگیریم که دوباره پارچه کشباف میخوره شما از میتونین در قدش اضافه تر بگیرین اصلا از پارچه کشباف استفاده نکنن یا از پارچه خودش به عنوان دولا استفاده کنن پس دم موچه مشخص میکنم دوستا دم موچم شما باید یک آزادی در نظر بگیرین برایش که ما آزادی در نظر گرفتیم حدود از لبه کار 15 سانت هسته من 15 سانت میرم به قسمت وصلش میکنم دوستا قسمت وسط کلگی آسین چرت بزنن اینم از آسین تیشرتی دوستا تیشرت ها معمولا پشت پیش نداره ولی خب من خودم ترجیحاً کار یکسان خالی میکنم به میولد که در تصویر میبینین از قسمت تاج آسین صفر استک شروع شده بعد کم کم پهن شده رفته در قسمت یعنی قسمت وسط های کار که میرسه یکسان پرتر میشه و دوباره من در قسمت انتهای کار دوباره صفر میشه یعنی شما یکسان از اینجا پر نگیرین برید تا آخر پر کنین که همینجا کوتاه میشه نسبت به پشت همین قسمت دچار مشکل میشه پس ببینید به این حالت که در تصویر میبینین شما برش بزنن دوستو فقط جفت از اینجا باید قیچی بکنیم تیشرت تمام میشه دوستان عزیز تشکر از اینکه تا حال ویدیوهای ما رو دنبال میکنن اگه کانال ما براتون مفید است لطفا با دوستانتون به اشتراک بنن اگه سابسکرایب نکنین لطفا سابسکرایب کنین زنگوله رو فعال نگه دارین و سوال هست چیزی هست شما کامن کنین تشکر از اینکه تا این دم ما رو دنبال میکنین تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.